به نام خدا، عرض سلام. بچه ها امروز باز هم میخوام این نمونه اینفوگرافی رو به شما آموزش بدم. اینفوگرافی جذاب، رنگبندی باحال و در عین حال انیمیشن های خیلی زیبا که میتونه به تهیه سلاید های خیلی باحال به ما کمک بکنه. اگه میخواید این نوع اینفوگرافی رو ببینید، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. فقط قبل از اون حتما کانال من سابسکرایب بکنید، یادتون نره دکمه زنگوله رو هم فشار بدید. آدرس اینستاگرام هم اون پایین براتون میذارم، اونجا هم دوست داشتی میتونی منو فالو کنید. حالا بریم سراغ آموزش. خب اولین کاری که میکنم میام و از منوی دیزاین فرمت بکگراند رو انتخاب میکنم و این رنگ رو به عنوان رنگ پس زمینه در نظر میگیرم. بعد از اینکه این کار انجام شد، توی گام بعدی میام و از منوی اینسرت گزینه شیپ و روی این دایره کلیک میکنم. نهایتاً دایره دکمه شیفت حتما میگیرم. اندازه این دایره تقریبا 3.6 در 3.6 باید باشه. بعد آوتلاینش رو بر میدارم. بعد از اون میام و رنگ پس زمینه رو هم برای رنگش انتخاب میکنم. رنگ پس زمینه من. بعد از اینکه این کار تمام شد، میام توی قسمت فرمت شیپ و از این قسمت توی قسمت شادو این رنگ را به عنوان رنگ سایه انتخاب میکنم. بعد ترانسپرنسیش روی 58%، سایزش روی 100، بلورش روی 14، انگل را روی 45 و نهایتاً دیستنس را روی 9 میذارم. خب بعد از اون میام همین دایره رو مجدداً دکمه کنترل رو میگیرم و یک کپی دیگه از این دایره میگیرم. حالا میام و اون سایه رو تغییر میدم، رنگ سایه رو میذارم روی رنگ سفید و بعد هم میام ترانسپرنسی رو روی 44%، سایز 100، بلور 9، انگل رو روی 225 میذارم و دیستنس رو هم روی 9 میذارم. خب مجدداً یک کپی از روی این دایره میگیرم. بعد میام و از این قسمت رنگ سایه رنگ این رنگ انتخاب میکنم. بعد این رو به این صورت روی اینجا یک بار دیگه رنگ سایه رو این رنگ میذارم. خب ترانسپرنسی رو روی 50، بلور رو روی 17، انگل رو روی 225 و دیستنس رو روی 7 قرار میدم. این دایره رو میام و اندازش رو هم تغییر میدم، یعنی میذارم روی 2.98 در 2.98. بعد از اون میام و اینها روی هم دیگه قرار میدم. همونطور که می‌بینید تقریبا شکل من کامل شده. خب برای اینکه این الاین هم بشه، من این دو تا دایره رو انتخاب می‌کنم و بعد میام الاین میدل و الاین سنتر رو می‌زنم. خب این تقریبا آماده شد. بعد از اون میام انتخابشون می‌کنم و گروپ رو می‌زنم که به صورت گروهی در بیاد. خب این کار که انجام دادم، 5 تا کپی هم از روش میگیرم، دکمه کنترل رو میگیرم و 5 تا کپی از روی این شکل در میارم. حالا باید بیام و این دایره ها رو رسم کنم. و
برای اینکه این دایره ها رو رسم کنم میام از منوی شیپ گزینه دایره انتخاب میکنم، حتما دکمه شیفت میگیرم، میام آوتلاینش رو بر میدارم، بعد میام روی اندازش رو میزنم 9/10. بعد از اون میام و رنگی که براش انتخاب میکنم رنگ بکگراندم باشه، یعنی این رنگ رو من دقیقا برای این دایره انتخاب میکنم. میام و روی سایز نهایتا میام و برای سایش این رنگ رو انتخاب میکنم، بعد ترانسپرنسی رو 27، سایز 100، بلور رو روی 11 قرار میدم، انگل رو روی 45 و دیستنس رو هم که روی 4 میذارم. این تیکه اولش. از همین یک کپی میگیرم، بعد از اون میام روی گزینه گرادینت، این دوتا استابس رو حذف میکنم، دوتا بیشتر نمیخواد برای اینجا، یه رنگ اول رو کاملا سفید انتخاب میکنم، رنگ دوم رو هم میام و این رنگ رو براش در نظر میگیرم. بعد از اون میام و توی این قسمت برای این رنگ دوم میام و این رنگ رو به عنوان سایه انتخاب میکنم، ترانسپرنسیش رو روی 44، سایزش رو روی 100، انگل رو روی 225 و بلور رو روی 9 میذارم، دیستنس رو هم روی 9 انتخاب میکنم. خب و این رو روی اینجا قرار میدم. نگاه بکنید، اگر دقت بفرمایید این دقیقا باید به این صورت روی میدارم. خب این رو هم که رسم شد میام و به صورت گروه درش میارم و از این هم 5 تا کپی میگیرم. خب یه کار دیگه که باید بکنم، باید بیام این نیم دایره رسم کنم. برای اینکه این نیم دایره رسم کنم از منوی insert میام و یکی از این شیپ ها رو باید انتخاب کنم. شیپی که باید برای این رسم این دایره به درد من بخوره این تصویر. ببینید همونجوری که میبینید این تصویر نامتوازن شده. برای اینکه متوازن بشه من یه بار اینو پاکش میکنم و مجددن میام دکمه شیفت حتما بگیریم که متوازن رسم بشه. بعد دکمه کنترل رو میگیرم و این شیپ از به این صورت باریک رسمش میکنم. بعد هم میام و لاینش رو حذف میکنم و رنگش رو هم میام و این رنگ رو برای عنوان رنگش انتخاب میکنم. بعد هم باید به چرخه که به این صورت رسم میشه. اندازه این شیپ من هم اندازه این هم باید روی 11.35 در 11.35 رسم میشه. خب الان خیلی از شکل آماده شد و اما میمونه این دایره بزرگتر. این دایره بزرگتر هم تقریبا با این دایره ها یکی هست، برای همین یکی از این دایره ها را انتخاب میکنم. بعد میام و توی شیپ فرمت میام روی 7.98 و 7.98 تایپ میکنم به این صورت. خب همونطوری که میبینید
شکل من دایره بزرگتر هم به صورت کامل رسم شده. بعد از اون میام و این دایره رو اینجا قرار میدم، البته چون که میفته زیر این خط برای هم من خط رو انتخاب میکنم و سن بکوارد رو میزنم. بعد یکی دیگه اینجا قرار میدم به این صورت، یکی هم به این صورت، اینجا رو هم من میام و به این صورت و به این صورت من این رو قرارش میدم. کار بعدی اینه که هر کدوم از این دایره ها رو هم زیر این دایره ها بذارم. اینها رو باید یه جوری متوازن بذاریمشون که توازن به هم نخوره و اینها مرتب کنار هم دیگه قرار بگیره. خیلی خوب، این نوشته رو من میام قرار میدم اینجا و سنت فوروارد رو من سنت فوروارد رو یا سنت سنت فرونت رو من میزنم که دقیقا اینجا این صورت خرم. حالا برای اینکه این آیکون ها مستقیم روی شکل قرار بگیره، من آیکون ها رو انتخاب میکنم و میام و از منوی کلیک راست میکنم و bring to forward to front رو من میزنم. خب ببینید این الان اینجا قرار میگیره، به این صورت، این به این صورت و این هم این صورت هم. خب کار بعدی که باید بکنم، باید این ها رو هم تراز بکنم که دقیقا وسط دایره ها هست. برای همین اول دایره و بعد هم این آیکون رو انتخاب میکنم، شیپ فرمت، میدل سنتر و میدل و الاین میدل رو میزنم. بعد هم اینجا هم باز مجددن و الاین سنتر و الاین میدل رو من میزنم. اینجا هم باز همین و این رو انتخاب میکنم، الاین سنتر و الاین میدل رو میزنم. بعد اینجا و این رو میام انتخاب میکنم، الاین میدل و الاین سنتر انتخاب میکنم. اینجا الاین سنتر و الاین میدل، به این صورت این هم انتخاب میشه. خب من یک بارم تست میکنیم که ببینیم یعنی چه تصویر باحال و قشنگی از آب در اومد. حالا این پالت رنگی رو حذف میکنم، کنترل آ رو میزنم و میام اینها رو دقیقا وسط صفحه قرار میدم به این صورت. خب برای انیمیشن میام این دایره بزرگ رو انتخاب میکنم، بعد میام روی قسمت فلای این کلیک میکنم، بعد هم میام روی from top رو میزنم، بعد از اون میام روی with previews و روی یک ثانیه کلیک میکنم، بعد از این منو میام و روی smooth end رو روی یک ثانیه میذارم. خب بعد از اون میام روی این نوشته داخلی کلیک میکنم، فید رو انتخاب میکنم، with previews، زمانش روی همون 0.5 ولی دیلی رو روی 75% بذارم. بعد میرسیم سراغ این خط، این خط رو روی دیوریشنش رو روی البته انیمیشن رو روی وایپ میذارم. بعد از اون میام from left رو انتخاب میکنم به این صورت، بعد with previews، نهایتا روی
2/10 میذارم یا 2 ثانیه میذارم و دیلی رو روی 75 ثانیه هم قرار میدم. خب الان شما اگر که یک بار دقت بفرمایید ببینید چه انیمیشن باحال و قشنگی از آب در اومده. خب کار بعدی اینه که بیاییم و این دایره ها رو انتخاب بکنیم. دایره ها رو انتخاب میکنم، زوم رو من میزنم، دیوریشن یا ویت پریویوز دیوریشنش روی 0.5 ثانیه خب و دیلی اولی رو روی 75 بذارم. بعد انیمیشن شکل انتخاب میکنم، انیمیشن پینتر رو میزنم که دیگه همین انیمیشن ایجاد بشه. بعد باز هم میام انیمیشن پینتر رو روی دایره سوم میزنم که دقیقا همون انیمیشن قبلی باشه این صورت. خب اگر که دقت بکنید همون انیمیشن ها ایجاد شده، ولی ما باید بیایم و یک دیلی به اینها بدیم. برای اینکه دیلی را اضافه بکنم، دیلی دایره دوم رو روی دایره سوم رو روی 4 رو روی 1.95 و دایره 5 رو روی 2.35 قرار میدم. خب نگاه بکنید، بسیار قشنگ و زیبا شد. بعد از اون باید بیام این دایره ها رو انتخاب بکنم. این دایره ها رو هم میام و فلای این رو میزنم، زمان ویت پریویوس رو انتخاب میکنم، زمانش رو روی 1 ثانیه قرار میدم، اسموت اند رو روی 1 ثانیه قرار میدم به این صورت. بعد هم میام و رو به این صورت خب دیلی دایره اول رو روی حدوداً 1 ثانیه میذارم، این دایره رو انتخاب میکنم، انیمیشن پینتر رو میزنم تا این هم به همین صورت میشه. بعد باز هم انیمیشن پینتر بعد به این صورت. فقط باید دیلی ها را عوض بکنم. دیلی اولی روی 1 ثانیه بود، دیلی دومی رو روی 1.40 میذارم، دیلی بعدی رو روی 1.80 میذارم، دیلی بعدی رو روی حدوداً 2.20 میذارم و دیلی بعدی رو روی 2.60 میذارم. خب حالا یه نگاهی باز مجددن بکنیم ببینید چه قشنگ شد این تصویر. حالا نوبت آیکون ها میشه. آیکونه میام انتخاب میکنم، روی گزینه فید میزنم، بعد ویت پریویو زمانش یا دیوریشنش رو روی 50 ثانیه میذارم، ولی تأخیرش رو روی 1.50 میذارم. بعد میام دومیش روی فید، میتونیم با همون انیمیشن پینتر هم این کار رو انجام بدیم. بعد اینجا روی 2 ثانیه بزن. بعد سومی رو هم انیمیشن انتخاب میکنم، ویت پریویوز 50 2.50 رو انتخاب میکنم.
بعد میام روی بعدی fade with previews 50 و روی 3 ثانیه میزنم. بعد میام روی اینجا باز هم fade with previews 50 و روی 3 و 50. خب اگه ما با انیمیشن پینتر این کارو بکنیم خیلی کارمون راحت تر انجام میشه. و دیدید که چقدر انیمیشن و اینفوگرافی قشنگی این تصویر ما از آب در اومد. یه بار دیگه این رو تست بکنیم. خب بچه ها، امیدوارم که از این نمونه آموزش و از این نمونه اینفوگرافی هم لذت برده باشید، براتون مفید باشه. کاری نداره یه خورده تمرین بکنید، خیلی راحت خیلی قابلیت های پاورپوینت رو یاد میگیرید. اگه از این دست ویدیوها خوشتون اومد حتما لایک کنید. حتما نظرات و پیشنهادات شما، انتقادات شما خیلی میتونه کیفیت ویدیوهای منو بهتر بکنه. مرسی از اینکه با من بودین. خدا نگهدار.